خب مثل اینکه ما ارور داریم و این ارور ها توی این ویدیو هم چیز خواهد شد، ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. گفتم که اینو باید به این صورت بنویسیم که این ارور نده و این فلان، ببینید که ارورش برطرف شد، یه کلید و یه مقدار. این از این. بعد چی کار میکنیم؟ میریم داخل اپ، اینجا نوشتیم language context. خب من language context رو داخل این curly brace میزنم و اینجا بخوام بزنم language store. language store. میتونیم البته یه کاری بکنیم، میتونیم مثلا این دیلیت بکنیم، خب این جاش خالی باشه که ما ببینیم موضوع چه قراره، و این language context provider رو دیلیت میکنیم چون احتیاج نداریم بهش. بعد چیکار میکنیم؟ اینو کل اینو ما رپ میکنیم با از اینجا، فکر میکنم اینجا تا اینجا تایپ میکنیم با language store tab و این خودش ایمپورت میشه. خب خدا رو شکر. و اینجا میبینید که به چه صورت ایمپورت شد، اینجوری که ما نوشته بودیم language store، و این اینجا تا اینجا من کات میکنم و به این صورت اینجا مینویسم. بعد language store که نوشتید به همه رو که رپ کردیم باش، میام چیکار میکنیم؟ میایم این فانکشن رو اینجا تا اینجا، البته اینا رو که دیگه دیلیت میکنیم چون احتیاج نداریم، این کلین اپ، و این رو هم چیکار میکنیم؟ language selector دیلیت میکنیم چون دیگه براش دیگه این ریسپانسیبیلیتی این نخواهد بود که این باشه. برمیگردم چه فکر میکنم ارور خواهیم داشت. من این ارور داره ما میگه که cannot read property of color of null. اینجا میبینید که میگه که من color رو نمیتونم بفهمم از کجا اومده. بعد میگه که چی؟ color رو ما نمیتونیم از اینا بگیریم. با باید چیکار بکنیم؟ این بالا میبینید که ما داخل language selectorمون باید بریم. فعلا که میبینید که این اینجا میبینید که کار نمیکنه. language selectorمون میریم و اینجا من بالا این یک static context type درست میکنم و اون رو مساوی قرار میدم با language، مساوی قرار میدمش با language context. حالا دیگه اینجا من چیز درست نمیکنم به این صورت، اینو همچین درست نمیکنم. تایپ میکنم language تایپ نمیکنم language context، language context اگر داشته باشیم. language context رو ما اینجا ایمپورت کردیم درسته، و ما میتونیم تایپ کنیم context، فرق نمیکنه. میتونیم تایپ کنیم language context یا میتونیم تایپ کنیم context. context به این صورت ما اینو این بالا ایمپورت میکنیم چون خوش ایمپورت نکرد. میدونی چرا ایمپورت نکرد؟ چون اسمش contexte. تایپ میکنیم language context from یه فکر میکنم باید بریم یه پوشه بیرون داخل context، داخل language select context به این صورت context به این صورت. آها الان فهمیدیم چرا ایمپورت نکرد. اینو بذاریم داخل کامنت چون فکر میکنم اشتباه من بود. اگر بریم اینجا context بازم ایمپورت نمیکنه. خیلی خوب، ما اینجوری چون اسمشو میتونید بذارید context، اگه من اینجا میذاشتم context خب ایمپورت میکرد، خب چون ما اکسپورت کردیم context، ولی میتونستیم، میخوام اینو به شما بگم که میتونید اینجا context ایمپورت کنید و اینجا یه اسم دیگه بهش بدید چون من میخوام که این قاطی نشه. این از این، این استاتیک. بعد اینجا دیگه من نمیتونم از prop استفاده کنم چون دیگه on change on language change اینجا نیستش که داخل کجاست؟ داخل context دیگه، داخل این اینجاست. میبینید on language change اسمش همینه که گذاشتیم. اینجا فقط میام تایپ میکنم به جای این میگم کجا رفت، برمیگرم حالت اول، به جای props میگم context. یعنی چی؟ this.context. چون اگر ما بیم اینجا تایپ بکنیم console log this.context اینجا سیف بکنیم، برگردیم اینجا میگه چی؟ color of null. این البته داره این یکی رو نشون میده. بذار اینو برگردیم اینجا اپ، این رو حذف کنیم و
و بعد برگردیم اینجا بیام اینجا میبینی که کانتکست رو داره نشون میده، میبینی که نوشته پرایمر و من هر موقع عوضش بکنم میبینی که لنگویج عوض میشه، پس این داره کار میکنه. پس این کانتکست ما اینه. حالا این کانتکست ما از کجا گرفته شده؟ از این داخل این لنگویج کانتکست. میتونستیم اینم بذاریم. ببینید این نمیدونم چرا میره اینجا هی تون تون میره داخل کد کانتکست. من میخوام که اسمش قاطی نشه، درسته؟ و نگاه بکنید ببینید که همونو میده، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید فرقی نمیکنه. میتونیم اصلا اسمش بذاریم کانتکست که این از اینجا میاد که گفتیم کانتکست، چون اکسپورت دیفولت کردیم به این صورته. بعد اینو کنسول لوگ کردیم، حالا اینو هم به این صورت عوض کردیم که اینا میره به سمت عوض، این از کانتکست عوض میشه. حالا داخل کانتکست ما میتونیم چیکار بکنیم؟ ببینیم که اینا اگر عوض میشه بیایم لنگویج عوض بکنیم که توی ویدیو بعدی ادامه‌اش رو توضیح خواهم داد.